افزایش جلب و جذب جوانان و صفوف ارتش امارات اسلامی. در جلب و جذب بعد از اینکه پروسه تکمیل شوه، گرچه کمتون جذب شدگی استن از بعضی ولایت ها. مهمترین شرط های پیوستن به صفوف ارتش امارات اسلامی چیست؟ معیار رهبری وزارت دفاع ملی برای جلب جذب امو اسلامیت و افغانیت می باشه، اما اولویت برای جلب جذب و اخراج 4300 تن از صفوف ارتش امارات اسلامی در 34 ولایت افغانستان. خیلی عزیز که افراد ناسالم استفاده جو و فرصت طلب داخل صف امارات اسلامی نشوند. با تعداد 315 تن از جوانان واجد شرایط از ولسوالی های مختلف ولایت های بنشیر، بغلان و کابل از طریق مراکز جلب و جذب برای پیوستن به صفوف اردوی اسلامی ملی ثبت نام و بعد از طی مراحل اسناد به قماندانی عمومی جلب و جذب پلچرخی انتقال گردیدند. بیش از این نیز 350 تن از ولسوالی های مختلف ولایت پنشیر از طریق قماندانی عمومی جلب و جذب در اردوی امارات اسلامی جذب و بعد از فراگیری دروس مسلکی نظامی و عقیدتی جهت خدمت به قطعات جزتام های وزارت دفاع ملی معرفی گردیدند. نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات فرهنگ با قول از حسن البنا حدید فرمانده جلب و جذب این ولایت میگوید که از آغاز این برنامه تا کنون ده ها جوان پنشیری داوطلب و پیوستن به صفوف ارتش امارات اسلامی جذب شدند. او می افزاید که این جوانان به دلیل شوق و علاقه مندی خودشان از سطح ولسوالی ها و شهر بازارک مرکز پنشیر برای جذب در ارتش امارات اسلامی در این مرکز ثبت نام کردند. حسن البنا حدید می گوید که این برنامه بر اساس امر رهبری وزارت دفاع ملی در این ولایت آغاز شده است. بر بنیاد همین امر سهمیه بندی آن قرار است صدها جوان داوطلب از سراسر پنشیر به صفوف ارتش امارات اسلامی جذب شوند. فرمانده جلب جذب پنشیر می افزاید که این برنامه به هدف تشکیل ارتش مقتدر، مسلکی و متحد به ارزش‌های اسلامی و ملی و شمول پنشیر در سطح دیگر ولایت‌های کشور نیز آغاز شده است. جوانانی که در صف نیروهای وزارت دفاع ملی جذب شده اند شادمان هستند و از مسئولین می خواهند تا برای جوانان دیگر این ولایت نیز زمینه خدمت در صفوف نیروهای امنیتی را فراهم کنند. باشندگان پنشیر گفتند امیدوار هستیم به جلب و جذب و اردوی ملی اسلامی می خواهیم که شامل وظیفه شویم. جوانان میگویند از امارت اسلامی بسیار خرسند هستند که این زمینه را برای ما مساعد کردند که بتوانیم در صف اردوی ملی اسلامی کار کنیم. این در حالی است که پیش از این مقامات بلندپایه وزارت دفاع امارت اسلامی گفته بودند که حق پیوستن اولویت از آن افرادی هستند که در دوران جهاد با امارت اسلامی همکاری کردند. با گفته عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع امارات اسلامی، پیوستن به صفوف ارتش امارات اسلامی شرایط خاصی ندارد. اسلامیت و افغانیت می باشد، اما اولویت به افرادی که سابقه کاری با مجاهدین را داشته باشند اولویت داده می شود. معیار رهبری وزارت دفاع ملی برای جلب جذب همو اسلامیت و افغانیت می باشد، اما اولویت برای جلب جذب در این 3 سال برای کسانی بوده که 20 سال با امارت بوده، همراه امارت بوده، در مقابل اشغالگرا آمریکایی‌ها جنگیده. این از لحاظ منطقی و عقلی
هم امیر تقاضا میکنه آنهایی که قربانی دادن، آنهایی که در خط مقدم جنگ بودن، جهاد بودن، نباید امروز از چشم انداخته شود. ولی در جلب جذب بعد از اینکه پروسه تکمیل شود، گرچه کمیتون جذب شدگیستن از بعضی ولایت ها، قماندانی های جلب جذب فعال می باشه، انشاءالله با آینده های نزدیک برای تمام مردم، برای تمام هموطنان ما دروازه جلب جذب باز خواهد شد. لطف‌الله حکیم رئیس کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی گفته است که کسانی که شرایط حضور در این نیروها را نداشته باشد شناسایی و اخراج خواهد شد. تا کنون شمار کسانی که از صفوف و نیروهای امنیتی اخراج شدند به 4300 تن میرسد. لطف‌الله حکیم افزوده است که کسانی که ریش نداشته باشند ولو اگر عمرشان بیشتر از 20 سال باشد ما آنها را از صفوف نیروهای امنیتی خارج میکنیم و آنان را در صفوف جا نمیدهیم. همزمان با این معاون تحقیقات و سهم شکایت وزارت دفاع امارت اسلامی گفته است که حضور افراد زیر سن در ارتش امارت اسلامی پذیرفتنی نیست. مولوی صبغت الله لطیفی معاون تحقیقات و سهم شکایات تصفیه‌ای افراد نامطلوب و زیر سن باشند در صفوف نیروهای امنیتی جا ندارند. کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی از بعد به حاکمیت رسیدن امارت اسلامی افغانستان دیگر ای فعال شده گیسته و روزانه این فعالیت های خود انجام میده، به خاطر عزیز که افراد ناسالم استفاده جو و فرصت طلب داخل صف امارت اسلامی نشوند دیگر. افراد زیادی را در این مدت از صف خارج کرده و همچنین برای تثبیت مجاهدینی که در دوره اشغال علیه اشغال جهاد و مبارزه میکردند که چی تعداد هستند و کیها بودند، برای تثبیت از ایام کار میکنه و کار روی ازی روان است. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی گفته است تا به امروز 4300 تن از تمام ولایت های افغانستان از صفوف نیروهای امارت اسلامی اخراج شدند و این سلسله تقریبا به پایان خود نزدیک شده است. در همین حال شماری از نظامیان پیشین به این باور هستند که نیروهای امنیتی به اصلاحات بیشتری نیاز دارند. این در حالی است که پیش از این صندوق پشتیبانی از کودکان، سازمان ملل متحد، یونیسف از حضور افراد زیر سن در صفوف نیروهای حکومت امارات اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند.